در همین ارتباط روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا درباره خواسته های کارکنان اعتصابی شرکت نفت به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: کارگران اعتصابی پیمانکاری و پروژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چند خواسته مشخص دارند. دو خواسته اصلیشون که اول از همه مطرح میکنن افزایش دستمزد، یعنی حداقل دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه است. اینو در نظر داشته باشید که در سال گذشته آمارهای رسمی حاکی از این بود که هزینه معیشت یک خانوار در شهرهای ایران 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان بود و ما الان در تیر ماه هستیم و این به شدت قیمت ها در طول همین چند سه تا چهار ماه اخیر افزایش پیدا کرده. دوم موردی که دقیقاً مرتبط با افزایش دستمزد هست افزایش مدت مرخصیه، به خاطر اینکه الان بیشتر کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری 24 روز در هفته 24 روز در ماه کار میکنند ولی 6 روز استراحت دارن. اونا میخوان 20 روز کار بکنن و 10 روز مرخصی داشته باشن تا بتونن مدت بیشتری رو نزدیک عزیزان خودشون باشن. اما خواستای دیگه ای هم مطرحه، از جمله حذف شرکت‌های پیمانکاری که به گفته کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای عامل اصلی وضعیت اونها هستند. چون به طور مثال وزارت نفت از زمان نخستین دوره که بیژن زنگنه وزیر نفت بود شروع کرد به برون سپاری، کوچک کردن دستگاه دولتی و به شرکت‌های پیمانکاری کارها رو محول کردن. اون شرکت‌های پیمانکاری هم معمولاً به عنوان میان و قرارداد دیگری با شرکت‌های پیمانکاری دیگری می‌بندن، اونها هم به همین ترتیب و وقت کارگران با شرکت پیمانکاری سوم در حقیقت روبرو هستن که در این مدت واگذاری ها هم تمام این سودها تقسیم شده و حقوق اندکی به کارگران تعلق می‌گیره. خواسته دیگر کارگران برخورداری از حق تشکلیابی و تجمع هست، علاوه بر این بهبود شرایط ایمنی کار و به خصوص بهداشتی، اون هم در شرایطی که با ایران با موج‌های پیاپی کرونا مواجه است. آقای بلحری همچنین مسئله کمبود بنزین و سوخت در جایگاه‌های سوخت رسانی را ناشی از کرایه پایین کامیون‌های نفتکش می‌داند که باعث شده آنها به حمل و نقل کالاهای دیگر بپردازند. بر اساس اون چیزی که تجارت نیوز منتشر کرد روز گذشته، بسیاری از این رانندگان با تعرفه های پایین مشغول کار بودند و الان که قرارداد 10 ساله‌شون به طور مثال پایان پیدا کرده، به دنبال این هستن که قرارداد بهتری امضا بکنن و درآمد بالاتری کسب کنن و همین موضوع به دلیل مخالفتی که دولت یا دستگاه‌های دولتی کردن باعث شده اونها روی بیارن به حمل و نقل مواد دیگر، کالاهای دیگر و به این ترتیب امکان سوخت رسانی به جایگاه های سوخت رسان در پمپ بنزین ها در به طور مثال برخی از شهرها با مشکلات بسیاری مواجه شده. عکس های منتشر شده از برخی شهرها مانند معابد، صفای طولانی اتومبیل که اون هم به دلیل کمبود بنزین بوده. این موضوع باعث شده که خب همزمانی این موضوع با اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری باعث شده که باز هم توجهی بیشتری به خواستهای صنفی مزدبگیران به ویژه کارگران مطرح بشه.